سلام بچه، وقتتون بخیر. خسته درستون نباشید. میریم تحلیل گزارش های 3 ساعته. من کلی نکته میخوام اینجا بهتون بگم، کلی نکته یاد میگیرین. خواهشم ببینین حتما و کامل کامل براتون تحلیل میکنم جریان چه قراره. این گزارش های 3 ساعته مربوط به 3 روزه. این شاگرد منه آقا امین و اینکه روز سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه میخوام نقاط قوتش رو بگم، نقاط ضعفش رو بگم و شما همین رو میتونید تو برنامه خودتون در نظر داشته باشید. امین ساعت 7 گفته که الان بیدار شدم، از ساعت 7 تا 10 دقیقه گفته که 1 ساعت 8 دقیقه شیمی خوندم، 13 دقیقه فارسی، 18 دقیقه دینی. توی 3 ساعت 3 تا تنوع درس خیلی عالی بوده، ولی 1 ساعت 4 دقیقه یعنی 1/3 حدود تایمش رو به استراحت و صبحونه گذرونده. بچا این نکته که وجود داره، خواهشی که ازتون دارم، سعی کنید صبحای زودتون رو ازش حد اکثر استفاده رو کنید. یعنی از 3 ساعت صبحی که بیدار میشین نهایت 30 دقیقه، نهایت 30 دقیقه، یعنی 20 تا 30 دقیقه باید استراحت و صبحونتون باشه. خیلی تایم مفیدیه، بهترین تایم یعنی درسیتونه و میتونید حد اکثر استفاده رو ازش ببرید. من خودم که این مدلی بودم، الان امین حالا بهشام دارم میگم که حتما صبحش رو باید اصلاح کنه. برنامه 3 ساعت بعدیش 1 ساعت شیمی، 17 دقیقه استراحت، میشه خواب، رفتم کافی شاپ قهوه خوردم چون امروز خیلی خیلی کسلم. پیشنهادی که من دارم، سعی کنید اگه خیلی هم کسلین، حالا میگم کافه قهوه چیز میخورین، سعی کنید بعد از ظهر برید. صبح رو خودتون قول بدین که بعد از ظهر خوب بخونید، بعد از ظهر حالتون خوبه. ولی اگه دیدین نه خیلی حال مثلا انرژی افتاده، حال پایین، چیز منفی فکر میکنین، دیگه نیاز به یک قهوه خوردن اینا، سعی کنید تو مسیری که دارین میرین حتما یه موزیک انگیزشی گوش بدین، یکی که نه چند تا موزیک گوش بدین. حالا وسط نمیذارم یه چند تا موزیک که خود منم گوش میدم، حالا خوب میشه. خیلی خیلی حالتون خوب میکنه، خیلی خیلی عجیب غریب کمک میکنه بنشید. از ساعت 1 تا 4 توی 3 ساعت تنوع درس فوق العاده اینجا، چون امین شاید تمام میدونم اینا رو داره روتیناشو انجام میده. 37 دقیقه عربی، 30 دقیقه زبان انگلیسی، 30 دقیقه فارسی، 45 دقیقه زیست و 30 دقیقه نهار و سرعت. این شد 3 ساعت مفید. این 3 ساعت درجه 1 بزنید سلکتون وسط این آور. این 3 ساعت درجه 1 خیلی عالی. 3 ساعت بعدی از ساعت 4 تا 7 1 ساعت و نیمش بودن زیست، 8 دقیقه عربی، دقیقاً روتینش انجام داده، 20 دقیقه ریاضی، 56 دقیقه استراحت. خیلی عالی، خیلی عالی. بچه‌ها ایده کرده باشین تنوع درس‌ها رو می‌بینید تو 3 ساعت. فوق‌العاده است. فوق‌العاده است. بجز تو این 3 ساعت که حالا یه خورده کسل بود، بقیه‌اش تنوع درس‌هاش 2 تا 3 تا حداقل. خیلی خیلی درجه یکی این تنوع درس واسه میشه که بازده فوق العاده بالا. 18 دقیقه ریاضی، این فکر کنم آزمون روتین من رو داده. 18 دقیقه ریاضی، 20 دقیقه زبان انگلیسی، 17 دقیقه فارسی، 5 دقیقه عربی. سه شنبه بود دیگه، بهتون گفتم آره وبینار انگلیسی من شرکت کرده و تو تایمی که دارشان رفتم، تو تایمی که داخل دارشان بودم، لغاتم خوندم و شامم خوردم. تو 3 ساعت هم وبینار انگلیسی من بوده، هم روتیناشو انجام داده، هم آزمونشو داده، هم شامشو خورده، هم آرایششو رفته، هم نگام آرایشش لغاتش خوند. وای کرد، واقعا فوق العاده. از ساعت 10 تا 12 و 40 دقیقه 40 دقیقه ریاضی خوندم، 15 دقیقه انگلیسی، آرایشگاه ادامه آرایشگاهشو بعد به حمامش. تنوع درس فوق العاده بوده، در کل 915 دقیقه عالی بوده. یه خورده از این تایمش بیشتر استفاده کنه، یعنی صبحش من حس می‌کنم الان 1 ساعت فقط درس خوندم، اگه دقت کنم تو این تایمش 1 ساعت درس خوندم، 2 ساعتشو که بهترین تایم مطالعه است از دست داد اینجا. اگه تو این تایم بتونی یک از 2 ساعت 1 ساعت و نیم شو بذار رو درسش، ساعت مطالعهش میشه بالای 10 و 11، خیلی خیلی کمکش می‌کنه. ولی تنوع درس‌ها واسه میشه کیفیت بالا باشه. بریم سوال روز چهارشنبهش. نوشته که ساعت 7 بیدار شدم، دقیقاً مثل دیروزش. دیروزم ساعت 7 بیدار شده بود، اگه دقت کرده باشین ساعتشو. امروز ساعت 7 بیدار شده، صبح توی بیدار شدم همیشه تکرار کردم، همیشه تکرار کردم صبح توی بیدار شدم از خواب. آقا خیلی خوابالو هستی، 8 بیدار میشی همیشه 8 بیدار شو. اگه 7 بیدار میشی همیشه 7 بیدار شو. اگه 6 بیدار میشی همیشه، نه که یه روز جو بگیرت 6 یه روز 8 یه روز 7 یه روز 9 یه روز 10 یه روز 6، اصلا اینجوری نه. این مدل خیلی 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 به ضررته. اون نظم اون ثباته رو ازت میگیره. حتما به این مسئله دقت داشته باش که باید تایم بیداری و خوابتون یک تایم فیکسی رو داشته باشه. شما اگه دقت کرده باشین، من برم یه نگاه کنم به تایم خواب دیروزش. آره شب بخیر، ساعت چند بوده؟ 12:41 دقیقه. و بریم امروز چهارشنبهش ببینیم اوضاع چطور بوده. ساعت 7 بیدار شده، صبحش رو دوست داشتم. از ساعت 7 تا 10 دیروز چیکار کرده بود؟ 7 تا 10 یک ساعت استراحت و صبحونه داشته. از ساعت 7 تا 10 مال دیروزش. ولی مال امروزش رو ببینیم، 34 دقیقه ریاضی، 148 دقیقه زیست، 7 دقیقه استراحت، صبحانه هم موقع خورده، تمام مد کل تمام مد 2 ساعت واری کرد. واری کرد. دقیقاً دیروز رو جبران کرده. یعنی از 3 ساعت 40 دقیقه‌اش، 1 ساعت خورده، 1 ساعت 10 دقیقه، 1 ساعت 8 دقیقه شد. 40 دقیقه تقریبا، کمتر از 40 دقیقه البته. خیلی عالی. 40 دقیقه شیمی خونده. آها، یه ایرادی که من میتونم الان ازش بگیرم، نمیدونم شما متوجه شدین یا نه. 10 تا 1شون نمیتونه استفاده کنه. یعنی فکر می‌کنم حالا یا نمیدونم، حالا ببینیم پنجشنبه‌ش هم ببینیم. مال امروزش مثلا اینجا 10 تا 1ش اگه نگاه کنین، 1 ساعتش استفاده کرده. اینجا 40 دقیقه استفاده کرده. ولی خب ناهارم خورده، خوابیده و رفته به کلاس. الان تو راه کلاسشه. 3 ساعت کلاس ریاضی داشته، بعد کلاس ریاضی 17 پوری کرده. یکی از پوانه مثبتش اینه که همین پنجه بچه‌ها میگن بچه‌ها بعد از کلاس تو موقع درس خوندن میتونه. نمیدونم یکی از ویدیوهای من اشاره کردم بهش. بچه‌های تراز بالای 7000 همیشه گفتم این بچه‌ها شخصیتایی دارن که آموزششون دو تایی نمیشه. یکی از دلایل آموزش دو تایی نشدن که بلافاصله بعد از اینکه کلاسشون تموم میشه میخونن درس رو. حتی شده 5 دقیقه 10 دقیقه 1 رو 20 دقیقه. یعنی 20 دقیقه خوندن بعد از کلاس مصادف با 1 ساعت 1 ساعت و نیم هفته بعدش ها. این در نظر داشته باش. تمرینایی که استادش داده رو حل کرده. خیلی مالی از 7 تا 10 شب 23 دقیقه دینی 17 دقیقه انگلیسی گوگل میت. خوابیدم گوگل میت شام و 12 دقیقه عربی. خیلی هم عالی. از ساعت 10 تا 12 و 20 دقیقه تقریبا درس خونده. 40 دقیقه استراحت کرده. کی خوابیدش؟ تو میخوابش ببینم ساعت 1 و 8 دقیقه. شب بخیرش 1 و 8 دقیقه بوده. مگه شب چند بوده؟ 1 و 12 و 40 دقیقه. ببین 20 دقیقه جابجا شد. این با ثبات داشته باشه. مثلا بیداری هست تقریبا، مثلا بیداری یکیش 7 اون یکیش چند بود؟ اونم 7 و 4 دقیقه، اون یکی 7 و 6 دقیقه. خیلی عالی. ثبات تو بیدار شدن ولی خوابم با تنظیم کنه. مثلا اینجا نگاه کن روز بعدش 7 و 20 دقیقه. ثبات وجود داره. دقت کردین؟ 6 ساعت درس خونده ها. کلاس حضوری هم داشته.
حالا ما بگیم 3 ساعت. خب من همیشه میگم بچه‌ها اگر بلافاصله بعد از کلاس هاشون، کلاس حضوریشون و چه کلاس مجازیشون بلافاصله بشینن درس همون جلسه رو بخونن، اون کلاس حضوری جزء تایم مطالعهتون حساب میشه. همیشه بهشون گفتم و خیالتون راحت، الان یه اولش 3 ساعت کلاس داشته و مثل دیروز 9 ساعت خودی درس خونده. صبح بیدار شده ساعت 7:20 دقیقه، ببین ببین 7:20 دقیقه تا چیکار کرده. با وجودی که 2 ساعت و 40 دقیقه زمانشه دیگه، از 7:20 دقیقه تا 10 ساعت 40 دقیقه، 1 ساعت و 30 دقیقه اش چیکار کرده؟ درس خونده با 3 تا تنوع درس. فوق العاده است، ببین فوق العاده است. این تایم اولش خوب داره استفاده میکنه، دیروزش هم همینطور بود، تایم اول صبحش رو خوب استفاده داره میکنه. ببین تایم بعدیش یه خورده باگ داشت، ببین آره دوباره بازم باگ داره. یعنی از ساعت 10 تا ساعت 13 یه باگ اساسی داره دانش آموز که 2 ساعتش رو داره بهترین تایمش رو دست میده. اگه از این 2 ساعت 1 ساعت میشه استفاده کنه، تایم مطالعه میره بالای 10 و نیم 11 ساعت. مهمون اومد خونم و وای 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 خراب شد اینجا داستان. ببین چرتشو همیشه زهرا میزد، این روز گذشتهشو نگاه کنین، چرتشو همیشه زهرا میزد ایناش، روز قبلش هم زهر زده بود فکر کنم ایناش، چرتش رو زهرا میزنه ولی الان ظهرش چرت نزده و باعث شده اینجا یه چرت کوچیک بزنه. هیچ ایرادی هم نداره، هیچ مشکلی هم نداره، ولی به هم زدن تایم چرت ببین بچا، چون کنکور یک روند روتینه، سعی کنید فیکس کنید، خیلی از کاراتون فیکس کنید، باعث میشه که اگر حالتون روز بد باشه بتونید درساتون رو بخونید. اوکی این از این. از ساعت 6 از ساعت 4 تا 7 هم گفته زبان انگلیسی، شیمی، عربی، استراحت و چرت. خیلی عالی، 2 ساعت روش استفاده کرده. ببینید بچا با وجودی که مهمون اومده خونهشون کلش زده چند 10 ساعت 10 دقیقه، فوق العاده است. با وجودی که مهمون اومد خونهشون و 2 ساعتش هم اینجا ازش استفاده نکرد و گزارشگار امروزش پنجشنبه شام تحلیل کردم واسش، ان شاء الله ویدیو منو ببینه و انگیزه واسش بشه واسه ادامه راه. شما حتما از این ویدیو استفاده کنین، کلی نکته گفتم. اگر مایل هستین و به دردتون خورد حتما تو کامنت ها بگین که ادامه ویدیو ها واسه، یعنی این سبک براتون بزنم. واقعا با این کار میتونین خیلی از باگای برنامه هاتون رو در بیارین. اوکی، مواظب باشین خودتون. فعلا.